همین اکنون عزیزه رحیمزاده نامزد جایزه صلح حقوق کودک با ما هستند. خوش آمدین بانو عزیزه به بحث ما. تشکر، زنده باشین. در قدم نخواد سلام تقدیم میکنم به تمام بینندگان تلویزیون طلول و بخصوص برنامه محور و یک سلام خاص به تمام اطفال نازنین در سراسر افغانستان. عزیزه رحیمزاده هستم، باشنده کارتی نو در کمپ مهاجرین بغلان و نماینده اطفال کمپ های مهاجرین در کابل میباشم. بسیار زود خوش آمدین و ما هم تبریک میگیم نامزدی شما را برای به دست آوردن جایزه صلح حقوق کودک. میشه توضیح بده که چگونه خودت نامزد شده برای جایزه؟ چقدر قبل در مورد این جایزه معلومات داشتی و ای چی باعث شد که خودت هم به عنوان نامزد این جایزه معرفی بکنن؟ خب تشکر، زنده باشین. من خوش هستم که در جایزه کاندید شدم و به خودم افتخار است، به اطفال افغانستان افتخار است، به خاطر که به اطفال افغانستان خدمت میکنم و ما اصلا از اول خبر نداشتم که این گونه جایزه وجود داره و من در این گونه جایزه کامیاب میشم. اما فقط هدف ما از محول تا وقتی هم که در آینده وجود داره خدمت به اطفال بود که من اولا از سرکس و از شورای سرکس شروع کردم و خواستم به سرکس اشتراک کنم و امی کارهای سرکس و شور و ایجان سرکس مرا به احساس منداخته و برای من خوشایند می بود و بدون از او مخواستم که در سرکس اشتراک کنم. بعد از او آگاه شدم در سرکس شورای اطفال وجود داره، در او سرکس و در مو شورای اطفال اشتراک کردم که تانستم مشکلات اطفال، حقیقتی که مشکلات داشتن، خودشان رو هم رنج می بردن و آب نداشتن، سرپناه نداشتن، مکتب نداشتن، تذکره ازشان میخواست. من توانستم امی مشکلاتشان حل کنم و بدون ازی با امی بشکه های سنگینه میگرفتن، از مسافه های دور آب میآوردن و بعضشان موتر میزد، بعضشان از درس عقب میماندن، بعضشان مکتب تا رها میکردن، غیر حاضر میشدن و همه قسم خودم نیزم تا آب میآوردم که از مکتب میماندم، غیر حاضر میشدم. تو فکر کردم که مشکل از اون مشکل ما است. ایره احساس کردم، درک کردم که واقعیت این مشکل وقتی که من رنج میبرم حتما اطفال دیگه هم مثل من رنج میبرن و من خواستم که ایره حل بسازم و توانستم که ایره با وزارت تشکر میکنیم. اول که همکاری کردن با ما، با وزارت مهاجرین، با وزارت انکشاف دیهات گفتگو بحث داشته باشم و به اثر این گفتگو بحث توانستم که این مشکل اطفال حل بسازم. و زمانی که طرف چهره اطفال میبینی چی باعث میشه که خودت بیشتر تلاش بکنی و برشان زحمت بکشی؟ اونا چی توقع دارن؟ حالا رساندن آب آشامیدنی شاید کوچکترین کار باشه که برشان انجام میتی. آرزوهای بزرگتر چی است؟ میخوای در آینده ها کدام کارها را در پیش بگیری تا اطفال افغانستان را بتانی و قله های بلند موفقیت برسانی؟ خب ما بسیار وقتی که مو خنده های اطفال میبینم و برام بسیار احساس خوش و عجیب رخ میده و با خودم این فکر میکنم، این احساس میکنم و میخوایم او را هم در آینده پیش ببرم و می پلان مسکی را باید از عملی بسازم که برای اطفال یک مرجعی است که به نام آمبورسمن یا آمبورس که در کشورهای اروپایی وجود داره که امی مشکلات اطفال مستقیما از هر نگاه، از هر شریعتی، از هر لحاظ که باشه در مرجع میتونن مراجعه کرده و حل بسازه و من میخوایم که امی مرجع در افغانستان ساخته شه که من در پای عزیزم که در افغانستان به وجود بیارم. به خاطر ازی که بعض موسسا هست که ما اطفال نمیتونیم پارچه پارچه کنیم که به وزارت معرف بتیم، به وزارت صحت عامه بتیم، به وزارت المپیک بتیم. به خاطر ازی این وزارت ها اما هنگ شوند با امی مرجع کمک کنن تا که امی مرجع به افغانستان با وجود آمده و مشکلات امی تمام از هر لحاظ که اطفال از ولایات، از داخل، از هر مجا که عموما اطفال که دمی افغانستان از هر نگاه مشکل می داشته باشن میتونن دمی مرجع مستقیما مراجعه کرده و این مرجع میتونه که مشکلاتشان حل بسازه. به خاطر ازی که امروزن
خارجی هستند پیش میبرند دفتری را، اما در افغانستان تو مرجی وجود نداره که رهبریش افغان داشته باشه، با او دائما در افغانستان باشه. مثلا این که اما قسم که رئیس معرف یک رهبر داره که در شورای وزیرا از اطلاعات از او آگاه میشن، و ما میخوایم اما قسم در آینده امی یک مرجی رهبریش از افغان باشه و ای افغان همه قسم در شورای وزیرا آمده و یک روز بگه که اطفال در اینی ولایت اینی مشکل داشت، اطفال در مرکز اینی مشکل داشت و مربوط از اینی میشه که ای باید از حل کنه، و ما در آینده میخوایم که امی مرجع ایجاد شوه و مشکلات امی اطفال افغانستان و مشکلات اطفال افغانستان بر همیشه از افغانستان ریشه‌کن شوه و مشکلاتشان توسط امی مرجع رفع بسازه تا که آینده مترقی افغانستان داشته باشه. به خاطر ازی که میگن که وقتی که اطفال سالم باشه و امو کشور نیز سالم میباشه. بسیار خوب، فکر میکنه که چقدر نیاز است برای اطفال در افغانستان کار شود، بالایشان سرمایه گذاری سرعت بگیره؟ آیا در 14 ساله که سپری شد بر اطفال کار از سوی حکومت داران سرعت گرفت یا خیر؟ و ای که چقدر استعداد و توانایی را در وجود اطفال افغان میبینی که اینا میتونن در آینده ها افراد خیلی معتبر و بزرگ باشن؟ در مورد توانایی خود بگو. کمتون بلد هستی، انگلیسی بلد هستی و خوشنویسی خوب خط داری، دیگر چی توانایی داری خودت؟ خب ما توانایی زیاد در وجود اطفال میبینم، به شرطی که توجه داشته باشن بالای اطفال، واقعیت اطفال پرورش خوب بتند که او میتونه توانایی های زیادی دیده میشه که همه قسم او را تربیه کنن. و من خودم در بخش سرکس نیست کار میکنم که بیده پولی ازی که من آب ساختیم و درباره حقوق اطفال در سرکس که برازان ها طریق سخن گفتن و حق خواستنشان از دیگران و طریق سخن گفتن با بزرگان یاد میتم و بدون از دی اونرهای دیگر نیز برشان یاد میتم. خودم هم میاموزم که امی شامل جگلنگ و میدیا که فلم عکاسی و امت و غیره چیزها را نیز برشان یاد میتم و بدون از دی برنامه های تفریحی را برشان یاد میتم. با وجود که زی هنر میاموزن، درس میخوانن، در پالوی زی یک لبخندی نیز داشته باشن تا که شادابی را به بار بیارن. در پاکستان نوجوان به نام ملاله یوسفزای مقاله در مورد طالبان نوشت و از سوی طالبان تهدید شد و حمله بلاش صورت گرفت، تایی که زخم برداشت، رفت در لندن تداوی شد و مردمش به حدی را حمایت کردند، پشتیبانی کردند، تشویق کردند، تایی که حتی به سازمان ملل متحد راه پیدا کرد و فعلا در یکی از چهره های سرشناس و مشهور و مهم جهان هست. فکر میکنی که مردم خودت هم پشت خود استاد هستن، همین قسم تو را تشویق میکنن؟ چی انتظار از هموطنان داره که یک روز تو را به اندازه تشویق مد بکنن که بتونی به سازمان ملل متحد راه پیدا بکنی و به نمایندگی از افغانستان صحبت بکنی؟ خوب من آیا همچه یک آرزوی بزرگ هم در ذهن داری؟ و همی توقع از مردم داره که تو را بیشتر مد بکنن؟ و ما از وقتی که با اطفال آشنا شدیم، با امرایشان فکر کردیم، مشکلاتشان دیدیم، حل کردیم، همیشه به طرف خود نگاه نکردیم بلکه سر خود بلند کرده با تمام جای نگاه کردیم که ما تنها به شخصیت خود نی، به خود نی، بلکه به دیگران میخوایم کمک کنم. و یعنی سطح افغانستان دیدیم که نه تنها ما بلکه اطفال دیگه هم وجود داره که نیاز به ما داره که ما بتانم وارا کمک کنم. اگر یک زمان راه پیدا بکنی با سازمان ملل متحد و به نمایندگی از افغانستان صحبت بکنی، از افغانستان چی تصویری را بر جهان میتی؟ چقدر اطفال افغانستان علاقمند هستند که در یک کشور صلح آرامی به دروازه های مکاتب باز شود و بنا بتوانند به گونه رایگان به همه امکاناتی که دیگر اطفال در سطح جهان دسترسی دارند، اطفال افغانستان هم دسترسی پیدا بکنند؟ آرزوی بزرگ خودم هم امین است و کوشش میکنم که اما قسم توسط امی با سخنهای خود که حال آیز اهمیت است به گوش مسئولین برسانم که امی اطفال
اطفال امی اطفال یگانه آرزوی اطفال در کشورش امی است که دروازه های مکتب برایشان باز شود، آموزش ببینند، صلح امنیت در کشورشان به وجود بیاره، به خاطر ازی که بتانند درس خوب در فضای آرام و تحصیل خوب کنند تا که یک شخص نیک در جامعه به بار بیاید. اما در حال حاضر آنچه که پیش رو داره جایزه صلح هالندی هست، در کنار خود چند رقیب دیگر هم به این جایزه نامزد هست، از کدام کشورها هست و موفق میشی تا این جایزه را به نام افغانستان به دست بیاری؟ خب بله، و یگانه آرزوی می است که ما این هر کاری که کدام واقعیت کوچک است و حال از این به بعد که می خواهم و حالم که بکنم امی است که به اطفال افغانستان خدمت کنم و توسط و ما در جایزه صلح بین المللی اطفال کامیاب شدیم و ما می خواهیم که همی را هم به خاطر بچه خاطر گفتین اطفال و ما همی توانی های خود می خواهیم در قبال اطفال به خرج برسانم و در رقیب ما دو نفر دیگر است که جنشا از کشور پرتغال و ابراهیم از کشور لیبریا می باشد. اونا چی میکنن؟ و جنشا که از موضوعش اختطاف اطفال است که با اطفال شورا میگره که چگونه از اختطاف چیا خود نگهداری کنن، و ابراهیم که از کاملا مثل ما با ما امو موضوعش مشابه است که یعنی درباره حقوق اطفال کار میکنن. و احساس میکنی که چانس خودت بالاتر هست نسبت به اونا و میتونی جایزه را به دست بری برای افغانستان؟ بله، یگانه چیز در وجود انسان است که اعتماد به نفس است و من اعتماد به نفس خود دارم و که حتما این جایزه را از آن خود میکنم و از آن خود اگر کردم میخوایم به اطفال به مصرف برسانمش، خدمت به اطفال کنم. و من پیشتر گفتم که امو مرجع به نام آمبورس است، با کوشش ها تلاش های زیاد امو را به افغانستان به وجود بیارم چون که او آینده ابدی اطفال افغانستان میباشه. از حکومت افغانستان مقام های بلند پایه، کسانی که در راستای رشد کودکان تلاش میکنن، نهادهایی که در افغانستان هست، تقاضای چی است؟ از زمانی که خبر شدن خودت نامزد جایزه شدی، آیا گاه یک مقام به اردوگاه خودتان سر زده احوال گرفته تو را دلداری داده حمایت کرده؟ خب کدام اردوگاهی به ما سر نزنه بدون از رسانه ها و ما و ما بسیار عظمی بزرگان و می بلندپایه های دولت خواهش دارم که با ما همکاری داشته باشند تا که امی مرجع در افغانستان به وجود بیاید. در پایان یک جنبندی بکنیم، فکر میکنی که آینده کودکان در افغانستان چی خواهد شد؟ چقدر کار نیاز است که برای کودکان صورت بگیره به سوی نهادهای بین‌المللی، به سوی حکومت افغانستان؟ خواستهایت بیشتر چی است؟ هم از حکومت افغانستان و هم از جامعه جهانی که برای رشد هرچه بیشتر ظرفیت کودکان در افغانستان سرمایه گذاری بکنن و نیاز است که کار صورت بگیره؟ خب یک چیزی از بنامگی که میگن کار گروهی میتونه بیشتر انجام شود، اما شخصی که تنها باشه او قدر زیاد کارش سری نمی باشه و ما میخوایم از امی نهادهایی که شما گفتین با ما همکاری کنن که تا امی مرجع را به وجود بیاریم. و بدون از این ما یک پیام دارم. بله، با کیا پیام داری؟ خب ما این پیام دارم به خاطر از این که آب یک ماده حیاتی می باشه، همه انسان ها زندگیشان وابسته به آب می باشن، یکی که آب هیچ وقت اسراف نکنن، دوم بل آب به وقتش بپردازن. و یک پیام دیگر هم برای کودکانی که کارهای شاق میکنن، حالا هوا هم سرد شد، موترشویی میکنن یا اسپندی میکنن، چی پیام داری برشان که چی کارها را باید انجام بدن؟ خوب ما امی پیام برشان دارم که در قدم اول انسان ها تا که میگه رنج نبری گنج میسر نمیشود،
همیشه کوشش کنند و در پالی کوشش اعتماد به نفس داشته باشند و در پالی اعتماد به نفس درس بخوانند، چون که مگر هر قدر بیاموزی بازم کم است. در پالی قدر زحمت هایشان همیشه درس بخوانند، چون که اگر امروز در حالت هستند فردا از این حالت خود بکشند. خیلی زیاد سپاس از شما عزیزه رحیمزاده، فعال حقوق طفل و همچنان نامزد برای به دست آوردن جایزه صلح بنیاد هلندی. برای شما آرزوی موفقیت داریم و منتظر هستیم که با جایزه تان در برنامه بعدی بیاین و بحث‌های زیادی را با شما انجام بدین. خیلی زیاد خوش آمدین و آرزوی موفقیت به شما داریم. انشالله، تشکر، زنده باشین.